پیشگویی های سال 1959 که تا 50 سال بعد اتفاق میافتن. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم دیگه فیلم نوینگ یا دانستن محصول سال 2009 رو ببینیم. یکی از فیلم های خوبیه که نیکولاس کیج توش بازی کرده و دقت کرده باشید خیلی از فیلم های فریکی داره. اینم یکی از هموناست. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپور کامل صحنه های خشنش باشه. با شروع فیلم میریم به سال 1959 و دختری به اسم لوسیندا رو میبینیم. تو مدرسهش و با کسی بازی نمیکنه و کلا کسی بهش اهمیت زیادی نمیده. معلمش خانم تیلور صداش میکنه و میگه بیا بریم سر کلاس و میریم سر کلاسشون. فردا روز رسمی باز شدن مدرسه است و معلمشون میگه که یه مراسمی اینجا همیشه داریم و روز اول مدرسه همه یه نقاشی از چیزی که فکر میکنن توی آینده رخ میده میکشن و برامون میارن. بعد قراره با اون یه کاری انجام بدیم. همه بچه‌ها شروع به نقاشی کشیدن میکنن ولی لوسیندا روی کاغذش سری عددهای بی معنی مینویسه. هنوز چند تا عدد مونده که معلم میگه وقتتون تمامه و برگه‌ها رو جمع میکنه. همه رو توی یه کپسول قرار میده و میگه قراره اینا رو فردا زیر خاک بذاریم و 50 سال بعد بخوایم بازشون کنیم. شاید یه نفر تونسته باشه اتفاقی رو پیش بینی بکنه. روز بعد که کپسول رو زیر خاک میذارن، خانم تیلور نگاهش به لوسیندا میفته که بادکنکی دستشه و یه رفی انگاری از جاش ناپدید میشه. ساعت‌ها گذشته و هنوز لوسیندا پیدا نشده و خانم تیلور صدای از زیر زمین مدرسه میشنوه. میره اونجا و درو باز میکنه و میبینه که لوسیندا با دستهای خونی وایساده. با ناخن‌هاش روی دیوار یه سری چیز نوشته که مشخص نیست چیه. میزنه زیر گریه و به خانم تیلور التماس میکنه که صداهای توی سرش رو متوقف کنه چون اونا دارن دیوونش میکنن. حالا میریم به 50 سال بعد. شخصیت اصلی فیلممون جان یک ستاره شناسه که با پسرش کیلب زندگی میکنن و به تازگی همسرش رو از دست داده و هر دوشون خیلی حالشون داغون. میریم به مدرسه که لوسیندا درس میخوند. مراسمی گرفتن و میخوان همون کپسولی که 50 سال پیش خاک کردن رو در بیارن و خانم تیلور یعنی معلم لوسیندا هم کسیه که روبان این کار رو میبره. کیلب یعنی پسر جان هم توی همین مدرسه درس میخونه. نقاشی ها و کاغذها رو بین همه پخش میکنن و کاغذی که لوسیندا توش عددها رو نوشته بود دست کیلب میفته. براش هم خیلی عجیبه چون کاغذ همه نقاشی داره و برای خودش کلی عدد. شروع به خوندن اعداد میکنه که یه رفیع صداهایی توی سرش میونه. وقتی روبروش نگاه میکنه یه آدم ناشناس رو میبینه، اما پلک میزنه و اون آدم ناپدید میشه. آخر شب شده و کیلب و پدرش اجازه میگیره که روز بعدی به خونه یکی از دوستاش بره و در حال صحبتن که جان کاغذی که کیلب آورده خونه رو نگاه میکنه. خیلی براش عجیبه و کیلب هم نمیدونه معنی اینا چیه، اما برای خود جان که یک ستاره شناس هم هست خیلی جالبه. البته معنیش رو نمیفهمه و یه لحظه لیوانش رو روی اون قرار میده که وقتی برش میداره زیر چند تا از اعداد انگاری خط افتاده. این اعداد روی وایت بورد خودش مینویسه و بهشون نگاه میکنه و یه دفعه شوکه میشه. اعداد به ترتیب میشن 9 11 01 29 96. یعنی تو 11 سپتامبر سال 2001 2996 نفر جونشون رو از دست دادن که واقعا این اتفاق افتاده و 50 سال پیش این پیش بینی شده. جان با کنجکاوی تمام اعداد روی وایت بوردش مینویسه و از اول شروع میکنه و امینه همشون پیش بینی هایی که واقعا اتفاق افتادن. اما یه سری از اعداد معنی خاصی براش ندارن که یکیشون براش عجیبه چون تاریخی که همسر خودشون رو از دست داده. یکی از همکاراش هم میاره و بهش اینو میگه که اون باور نمیکنه و جان براش توضیح میده که 3 تا از تاریخ ها هنوز نرسیدن. یکیشون فردا که اگه اینا درست باشه 81 نفر جونشون رو از دست میدن. همکار جان میگه شاید یه نفر داره اذیتت میکنه و این کاغذو همینطوری به کلب داده. که جان برای اثبات این قضیه به دیدن خانم تیلور میره و کاغذو بهش نشون میده و ازش میخواد که به یاد بیاره همون 50 سال پیش این کاغذو لوسیندا نوشته بوده یا نه، که خب اونم تایید میکنه. اینم تعریف میکنه که شب لوسیندا رو در چه حالی پیدا کرده بود و لوسیندا هی میگفته یه سری از عددها رو نتونسته توی کاغذش بنویسه. جان سعی میکنه آدرس لوسیندا رو بپرسه که خانم تیلور خبر میده چند سال پیش اونش رو از دست داده. روز بعدی جان سعی میکنه که اطلاعات یا چیزی از خانواده لوسیندا پیدا کنه و در حال تلفن زدنه که میبینه کیلب میره دم در و یه ماشینی میاد جلوش. دو تا آدم ناشناس و عجیب یه دونه سنگ به کیلب میدن و از اونجا میرن، چیزی که خیلی باعث ترسیدن جان میشه. امروز خواهر جانم به دیدنش میاد و میترسونتش و وقتی صحبت میکنن ازش میخواد که به دیدن پدر و مادرشون بیاد. البته که جان اصلا علاقه به دیدن اونا نداره چون خیلی آدمای مذهبی ان، در حالی که خودش بی خدا. روز بعدی با ماشین تو ترافیک گیر میفته. سعی میکنه از جی پی اس راه دیگه ای پیدا کنه اما موفق نمیشه که یه رفعه یه چیز عجیب میبینه. مختصری که جی پی اس داره نشون میده جزء و همون اعدادیه که نفهمیده بود معنیشون توی کاغذ چیه و دقیقاً قبل از تاریخ اتفاقی بوده که برای امروز قرار بیفته. اینجا میفهمه اعداری که معنیشون نمیدونه چیه مختصات جایی بودن که اون اتفاقات وحشتناک افتادن. یعنی همه چیز توی این کاغذ پیش بینی شده. همین لحظه هم ماشین پیاده میشه که بفهمه چرا اینجا ترافیکه که اتفاق وحشتناکی میفته. هواپیمایی سقوط میکنه و میزنه به پل. البته که جان براش اتفاقی نمیفته ولی روز بعدی متوجه میشه دقیقاً 81 نفر توی این اتفاق جونشون رو از دست دادن. شب که الپ خوابیده که یه رفیع از جاش بلند میشه. همون مردی که سوار ماشین بود جلوی خودش میبینه که اونو میبره دم پنجره و یه رفیع همه چیز تغییر میکنه. تمام دنیا شروع به سوختن کرده و کیلب خیلی میترسه. فریاد میکشه که
پدرش سری میاد تو اتاق، ولی اون مرد ناپدید شده. جان ناشناس رو از پنجره میبینه و میدوره دنبالش، اما موفق نمیشه که دیگه پیداش بکنه. روز بعدی جان و کیلب به جای میرن و جان شروع به تعقیب زنی همراه دخترش میکنه. در آخر میره طرف این زن و باهاش آشنا میشه که زن خودش رو دیانا معرفی میکنه. میفهمیم دیانا دختر لوسیندای، کسی که همه اینا رو پیش بینی کرده. جان قضیه کاغذ رو تعریف میکنه، اما دیانا یادآوری مادرش اصلا خوشحال نمیشه. حتی وقتی جان میگه فقط دو تا پیش بینی مونده، بازم علاقه این نشون نمونده و در آخر هم خدافظی میکنن. شب میشه و جان اتفاق بعدی رو بررسی میکنه و متوجه میشه که مختصاتش در مورد یه ایستگاه مترو. این در حالیه که توی اخبار هم دارن میگن احتمالاً به زودی یه اتفاق تروریستی دیگه قرار بیفته و خیلی مراقب خودتون باشید. اتفاقش هم قراره فردا بیفته. برای همین سری به پلیس زنگ میزنه و سعی میکنه خبر بده که یه اتفاق میخواد اونجا بیفته، اما کسی باورش نمیکنه. برای همینم هم خیلی زود حاضر میشه و خودشو به ایستگاه مترو میرسونه. دنبال یه آدم مشکوک میگره که بالاخره یکی هم پیدا میکنه و میدوه دنبالش. یه مامور پلیس هم اونجاست و متوجه میشه و روی این مرد اسلحه میکشه، اما میفهمه فقط چند تا سیلی دزده بوده و یه آدم بی خانمانه. قطار تو ایستگاه بعد توقف میکنه که یه رفیق جان روبروی خودشون قطار رو میبینه که از ریل خارج شده. همه مردم با وحشت میدوئن بیرون که در آخر قطارها تصادف میکنن و اتفاق وحشتناک بعدی رخ میده. جان و چند نفر دیگه بازموندن از ایستگاه خارج میشن. وقتی که جان به خونهشون میرسه میبینه دیانا و دخترش عقب منتظرشن. چون به دیانا گفته بود یه اتفاقی امروز میفته که خب واقعا هم افتاده. دیانا بهش میگه اتفاق بعدی که گفتی قرار 19 اکتبر بیفته. مادرم قبل اینکه جونش رو از دست بده به من گفته بود 19 اکتبر قرار از دنیا برم. شروع به بررسی کاغذ میکنه. اگه یادتون باشه لوسیندا هیچ وقت نتونسته بود تمام اعداد رو تموم بکنه. برای همینم تنها چیزی که میدونن اینه که 19 اکتبر قرار یه اتفاقی بیفته و 33 نفر قرار از دنیا برن. دیگه مختصات این قضیه نوشته نشده. با دیانا به خونه که لوسیندا توش بزرگ شده بود میرن و سعی میکنن اونجا دنبال چیزی بگردن. خبری از مختصات نیست، اما چیز وحشتناکی رو متوجه میشن. اعداد آخر 33 نیست، بلکه ایه، چیزی که با خون روی یکی از دیوارها نوشته شده و معلومه لوسیندا این کارو انجام داده. ای مخفف everyone else، یعنی تمام آدمهای دیگه. توی این تاریخ قرار 33 نفر از دنیا برن، بلکه همه آدم‌ها قرار نابود شن. چیز دیگه‌ای که پیدا می‌کنن تعداد زیادی از همون سنگاییه که یکی از آدم‌های ناشناس یه دونه‌شون رو به کیلب داده بود. کیلب و دختر دیانا یعنی ابی تو ماشین نشستن که می‌بینن همون ناشناس دوباره داره بهشون نزدیک میشه. صداهایی تو سرشون پخش میشه که میگن دنبال ما بیاید. ابی رفیق گول می‌خوره و میخواد پیاده شه، اما کیلب موفق میشه جلوی اونو بگیره و سری بوق می‌زنه و پدرش و دیانا میدوئن بیرون. وقتی میرسن ناشناسا ناپدید شدن، اما جان یکیشون رو می‌بینه و دنبالش میدوئه. این بار قبل اینکه اون ناپدید بشه موفق میشه بهش برسه. مرد رفیق برمیگره سمتش، دهنشو باز میکنه و یه نور فوق‌العاده زیادی به سمت جان پرتاب میشه و لحظاتی بعد از جاش ناپدید میشه. برمیگره داخل خونه و با دیانا هر دو ناراحتن. اگه پیشبینی‌ها درست باشه فردا آخرین روز زندگیشونه و پس فردا 19 اکتبر. روز بعدی میرسه. ابی نقاشی کشیده که باعث شوکه شدن جان میشه. نقاشی سیاه سفید که انگاری مسیح توی خورشیده و داره همه چیز رو نابود میکنه. فکری به سر جان میزنه و سری شروع به تحقیق میکنه و یاد یکی از تحقیقات دوران تحصیلش میفته. توی اون در مورد ابر اشعه های خورشید نوشته بود که به اطرافش یه وقتا تشعشع میشن. خیلی شانسش کمه که یه بار به زمین بخوره، ولی اگه این اتفاق بیفته ممکنه تمام سیاره های منظومه خورشیدی رو نابود کنه. سری خودش رو به سازمان نجوم میرسونه و با استفاده از تلسکوپ یه بررسی میکنه و متوجه میشه که تشعشعهای خورشید خیلی نامعمول و عجیب غریب شدن و یعنی همین اتفاقی که قراره همه رو نابود کنه. به خونه جان برمیگردن، لوازمشون رو جمع میکنن و دیانا میگه که من یه قاریو میشستم که بچه بودم خیلی میرفتم اونجا بازی کنم. بریم اونجا شب بتونیم در امان باشیم. بقیه هم قبول میکنن. لحظاتی بعد کلب رفته توی اتاقش و جان میره دنبالش که میبینه داره روی کاغذ یه سری عدد مینویسه. همون کاری که لوسیندا 50 سال پیش انجام داده بود. یه رفیق کلب به پدرش میگه به نظرم آخرین اعدادی که لوسیندا ننوشته خیلی مهمه. جان یاد حرف خانم تیلور میفته. 50 سال پیش لوسیندا رفته بوده به زیر زمین مدرسه و روی در با ناخن‌هاش چیزی نوشته بوده. خیلی سریع خودش به مدرسه میرسونه و میره توی زیر زمین و دری که حالا رنگ شده رو میکنه و با خودش به خونه میاره. شروع به تراشیدن رنگ میکنه بلکه بفهمه چی روی دیوار هک شده بوده. این در حالیه که دیانا دیگه خسته شده و خیلی هم ترسیده، برای همین دخترش و کیلب رو برمی‌داره و با هم دیگه به سمت غار حرکت میکنن. جان بالاخره اعداد رو از روی در به دست میاره. کلمه everyone else یادتونه، یعنی تمام آدم‌های دیگه. این اعداد دارن مختصاتو نشون میدن که جان معتقده تمام آدم‌هایی که اینجا باشن زنده میمونن و همه افراد دیگه از دنیا میرن. میدوه بیرون تا به بقیه این خبر رو بده که
متوجه میشه دیانا و بقیه رفتن. سوار ماشینش میفته و به طرف جایی که دیانا گفته بود میخوان برن راه میفته. میبینیم که هوا تاریک شده و دیانا توی پمپ بنزینی توقف میکنه. اخباری داره پخش میشه و گوینده میگه خورشید داره تشعشعات خطرناکی ساطع میکنه و برای همین خیلی سریع تو جاهای زیرزمینی پناه بگیرید. دیانا به جان زنگ میزنه. اونم میگه که کجا میتونیم در امان باشیم و با هم یه قرار میذارن که وسط راه همو ببینن. مختصری که جان به دست آورده برای همه خونه قدیمی لوسین داره. برای همینم دیانا باور نمیکنه و میگه غیر ممکنه من تو اونجا بیام چون اونجا اصلا امن نیست. در حال صحبتی که یه رفیق غریبه سوار ماشینش میشه و کیله و دخترش ابی رو میدوزه و حرکت میکنه. دیانا هم ماشین دیگه ای میدوزه و دنبالشون راه میفته که وسط راه کامیون بهش میزنه و دقیقاً 12 شب یعنی وقتی که روز 19 اکتبر سر رسیده جونش رو از دست میده. جان هم توی آمبولانس کنارشه. با این اتفاق مطمئن میشه که همه چیز قراره واقعا اتفاق بیفتن. هیچ راهی براش نمونده و خبری هم دیگه پسرش نداره. برای همین به مختصری که پیدا کرده بود میره. وقتی که میرسه اونجا ماشین دیانا رو میبینه و یکی از همون مردای ناشناس هم کنارش وایساده. با عصبانیت میره طرفش که رفیق کیلب یه خرگوش بغلش و میاد جلو. به پدرش میگه به اونا آسیبی نرسون. اونا از اون اول میخواستن به ما کمک بکنن. تنها کسایی هستن که میخوان ما رو نجات بدن. این ناشناس‌ها موجودات فضایی هستن که خیلی پیشرفتن و همون 50 سال پیش میتونستن آینده رو پیش بینی بکنن و اینو به لوسیندا گفته بودن که رو کاغذی بنویسه. همینجاست که دریچه سفینه روی هوا باز میشه. جان هم قبول میکنه دنبالشون بره اما ناشناس‌ها بهش اجازه رو نمیدن. اونا فقط میذارن که بچه‌ها باهاشون برن. کیلب میزنه زیر گریه اما پدرش میدونه تنها راه نجات پسر همینه. برای همینم با هم خداحافظی میکنن و موجودات یلفی به چیزهای نورانی تبدیل میشن و دست کیلب رو میگیرن. همراه ابی به طرف سفینه‌شون میرن. جان میبینه که چندین سفینه دیگه هم شبیه همین دارن حرکت میکنن و همه‌شون از این منظومه خارج میشن. هوا روشن میشه، آسمون داغ میشه و همه مردم وحشت زدن و دنبال راه فراری میگردن. جان به دیدن خواهر خودش و خانواده‌اش میره. میره داخل، چهارتای همدیگه رو در آغوش میگیرن و یلفی نور خورشید ساطع میشه. همه دنیا منفجر میشه از جمله جان و خانواده‌اش. سکانس آخر میبینیم که سفینه‌ها هر کدومشون چند تا از این پسر و دخترها رو تو سیاره قرار میدن. کیله و ابی هم توی سیاره قرار میگیرن که روبروی خودشون درخت عجیبی رو میبینن که شبیه درخت داستانهای آدم و حوا میدان طرفش و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. تئوری فیلم خیلی جالبه. میخواد به ما بگه که این داستانهای آدم و حوایی که ما خوندیم همشون از شروع دوباره تمدن انسانیتن. چیزی که آخر فیلم داریم میبینیم. یعنی این بچه‌ها به سیاره‌های دیگه میرن، دقیقاً زیر همون درختی که شبیه داستان آدم و حوا وامیستن و فیلم به پایان میرسه. این یعنی آدم‌های جدیدی که از اونجا دوباره شروع به تمدن میکنن. به نظرم خیلی قشنگ میتونه این تئوری رو برای ما توضیح بده. نکته قوت دیگه فیلم این روش جالبیه که به ما پیشگویی رو نشون میده. ما تو فیلم‌های مثل ماتریکس دیدیم یه آدم میاد مثلا خیلی قدرت‌های عجیبی داره و میگه چه اتفاقایی قرار در آینده بیفته. اما توی این فیلم به صورت نوشتار روی کاغذ میبینیم. یه ایده کاملا جدید که به نظرم خیلی قشنگم به فیلم رنگ و بو میده. من کلا فیلم‌های با این موضوع رو دوست دارم. مثل فیلم اومن که قبلا قرار داده بودمش. عزیزا زیاد توی کانال گذاشتم. اگه میشناسید حتما برام بنویسید که ببینم براتون دوباره بذارم. حالا به من بگید نظر شما در مورد پیشگویی چیه؟ به نظرتون حرفایی که افرادی مثل نوستراداموس در مورد آینده زدن، اگه کتابش رو نخوندید، توی کانال میتونم براتون قرار بدم. توی کانال تلگرام از اونجا دانلود بکنید. به نظرتون این پیشگویی‌ها واقعا اتفاق میافتند یا همشون فقط یه سری حرف و توهمند؟ خیلی دوست دارم ایده شما رو هم بدونم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو با هشتگ پیشنهادی توی کامنت ها بنویسید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.